آماج قرار گرفتن برادر فضل هادی مسلمی توسط یک مهاجم انتحاری. واکنش حامد کرزی به حمله هوایی ارتش در قندوز. اظهار نظر وزارت مالیه در مورد معاش متقاعدین بدون روند بایومتریک. تدابیر کرونایی ایامی در کابل. و در پایان کمک 150 تن خرما به خانواده های نیازمند افغانستان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. کرزی حمله هوایی ارتش در قندوز را به شدت محکوم کرد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین از دولت و طالبان خواست عملیات جنگیشان را متوقف و برای تامین صلح کار کنند. او همچنان با تایید ضمنی بر ادای طالبان تلویحا دولت را متهم به منهدم کردن یک کلینیک در قندوز کرده است. آقای کرزی در پیام در صفحه تویترش حمله هوایی به یک درمانگاه در ولایت قندوز را به شدت محکوم کرده و از دولت و طالبان خواسته که عملیات نظامیشان را متوقف کنند و برای پایان ویرانگری و تامین صلح تلاش کنند. وی افزوده است که حمله بر مراکز صحی جرم است و محافظت از جان و مال مردم مسئولیت اصلی دولت است. طالبان چند روز پیش ادعا کردند که یک کلینیک صحی در قندوز در پی حمله هوایی نیروهای دولتی منهدم شده است. دولت و هیچ طرف مستقل دیگر این ادعا را رد یا تایید نکرده است، اما کرزی با تایید ضمنی ادعای طالبان اقدام دولت را شدیداً محکوم کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به حملات هوایی نیروهای ارتش مدعی شد که نیروهای دولتی مواضع غیر نظامیان را در قندوز آماج حمله قرار داده است. بر اساس ادعای او در نتیجه حملات هوایی یک درمانگاه در مرکز قندوز تخریب شده و به غیر نظامیان تلفات وارد شده است، اما وزارت دفاع و مقامات امنیتی تاکنون در این زمینه واکنش نشان ندادند. ولسوال چپرهار ننگرهار و پسرش در حمله انتحاری زخمی شدند. مقام ها در ولایت ننگرهار می گویند که صدیق دولتزی ولسوال چپرهار این ولایت هدف یک حمله انتحاری قرار گرفته و با پسرش زخمی شده است. عطاالله خوبیانی سخنگوی والی ننگرهار گفته است که این حمله ساعت 3 بعد از ظهر امروز پنجشنبه 1 جوزا بر موتر حامل آقای دولتزی انجام شده است. او افزوده است که در این حمله انتحاری ولسوال چپرهار و پسرش زخم برداشتند. به گفته سخنگوی والی ننگرهار آنان به شفاخانه منتقل شدند. گفتنی است که آقای دولتزی برادر فضل هادی مستمیار رئیس مجلس سنا نیز است. هنوز مسئولیت این حمله را گروه براهدن نگرفته است. وزارت مالیه افغانستان می گوید معاش متقاعدین بدون روند بایومتریک پرداخته می شود. وزارت مالیه اعلام کرده است که در سال مالی جاری معاشات متقاعدین با کارت‌های قبلیشان و بدون طی مراحل روند بایومتریک جدید پرداخت می شود. عمر دورانی رئیس عمومی خزینه تقاعد وزارت مالیه امروز پنجشنبه 1 جوزا در یک نشست خبری گفت که به دلیل شیوع ویروس کرونا و وضعیت قرنطینه در کشور روند بایومتریک متقاعدین متوقف شده است. او افزوده است که بر اساس مشوره هایی که با شوراهای متقاعدین صورت گرفته، حکومت افغانستان و وزارت مالیه با درک شرایط کنونی و وضعیت اقتصادی متقاعدین تصمیم گرفته است تا حقوق آنها را مطابق جدول نوبتی در 4 الی 5 ماه آینده پرداخت کند. آقای دورانی تصریح کرد که این اداره برای آغاز روند بایومتریک پس از پایان وضعیت قرنطینه آمادگی دارد. او از متقاعدین خواست که در حال حاضر با در نظر داشت حالت بحرانی موجود در خانه هایشان مانده و برای دریافت حقوقشان به ریاست عمومی خزینه تقاعد مراجعه نکنند. این مقام وزارت مالیه گفت که این وزارت حقوق متقاعدین بایومتریک نشده را بر اساس کارت‌های قبلی در 3 بخش پرداخت می کند. به گفته او برای متقاعدین و ورثه آنها که حقوق سالانه ایشان تا 75,000 افغانی باشد
معاش 12 ماهه‌شان به گونه کامل پرداخت می‌شود. او همچنین گفت که برای متقاعدین و ورثه آنها که حقوق سالانه‌شان از 75 الی 150 هزار افغانی باشد، 75% معاش، یعنی معاش 9 ماهه‌شان پرداخت می‌شود و نیز برای متقاعدین و ورثه آنها که حقوق سالانه‌شان از 150 هزار افغانی بالاتر باشد، 50% معاش، یعنی 6 ماهه‌شان پرداخت می‌شود. عمر دورانی تأکید کرد که بر اساس این سه کاتگوری متقاعدینی که معاش 3 و یا 6 ماهه‌شان باقی میماند در جریان 2 ماه اخیر سال مالی پرداخت خواهد شد. تدابیر کرونایی ایامی در کابل، گشت و گذار ممنوع، فعالیت اصناف مجاز. همزمان با گسترش کرونا، کمیته ملی مبارزه با این بیماری از تجدید محدودیت‌های قرنطینه در شهر کابل در ایام عید خبر می‌دهد. همزمان تدابیر در نظر گرفته شده که بر بنیاد آن اصناف می‌توانند با رعایت آن فعالیت‌های خود را آغاز کنند. محمد یعقوب ایدری والی کابل روز پنج شنبه 1 جوزا در یک نشست خبری گفت که هر نوع گشت و گذار موترها و آبران در جریان 3 روز عید ممنوع است، اما بر اساس تدابیر تازه اصناف مختلف می توانند بر اساس زمان مشخص شده فعالیتشان را آغاز کنند. بر بنیاد این تدابیر برخی اصناف از جمله خوراک فروشی ها، نانوایی ها، میوه فروشی ها، ترکاری فروشی ها، قصابی ها، دواخانه ها، شفاخانه ها، تانک های تیل، گاز فروشی و مؤسسات کمک کننده داخلی و خارجی پس از این می توانند با در نظر داشت راهنمودهای صحی وزارت صحت عامه با کارشان آغاز کنند. همچنین گشت و گذار آمبولانس ها، اطفائیه، موترهای عامل کارمندان دولتی، کارکنان صحی، دیپلمات ها، مقام های بلند رتبه دولتی، وکلای پارلمان، کارمندان شبکه های مخابراتی، رسانه ها و کارمندان شهرداری به طور عادی در سطح شهر مجاز است. والی کابل گفت بر اساس این تدابیر گشت و گذار موترها با بیش از 3 مسافر ممنوع است و موترهای تناژ بلند می توانند از ساعت 9 شب تا 5 صبح در شهر رفت آمد کنند. در ادامه تدابیر تازه آمده است که موترهای تیز رفتاری که نمبر پلیت آنها تا قصد می تواند در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه و نمبر پلیتی که آخر آنها جفت است در روزهای یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه و جمعه در شهر گشت و گذار کنند. والی کابل هشدار داد در صورت که شهروندان این قواعد را بشکنند با واکنش‌های جدی روبرو می‌شوند. وی افزود که این تدابیر با توجه همزمان به وضعیت اضطراری کابل و وضعیت اقتصادی مردم گرفته شده و اگر وضعیت بهتر شود قواعد نیز ساده‌تر و در غیر آن شرایط برای شهروندان سخت‌تر می‌شود. گفتنی است که شهر کابل از نوع عمل تا کنون در شرایط قرنطینه قرار دارد. کمک 150 تن خرما به خانواده های نیازمند افغانستان. در پی تلاش های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان برای جذب همکاری های بشر دوستانه به خانواده های آسیب پذیر، اینک مؤسسه مرکز ملک سلمان برای کمک های بشری کشور عربستان 150 تن خرما برای خانواده های نیازمند افغانستان در نظر گرفته است. با گزارش سپوتنیک، ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت کابل با نشر یک خبرنامه اعلام کرده است که سند تحویلگیری این بسته کمکی روز پنج شنبه 1 جوزای 1399 توسط سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و مسافر بن عبدالرحمن آل غاصب سفیر عربستان سعودی مقام کابل به امضا رسید. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان ضمن قدردانی از همکاری های کشور عربستان و مؤسسه ملک سلمان بیان کرد که کمک های یاد شده با هماهنگی ولایت کابل با آسیب پذیرترین خانواده هایی که در اثر ناامنی و جنگ محلات اصلیشان ترک کردن و یا از مهاجرت برگشته و نیازمندان توزیع خواهد شد. در همین حال انیفه گریوال معاون والی کابل نیز این تحویلگیری این بسته کمکی از همکاری های بشر دوستانه کشور عربستان سعودی سپاسگزاری نمود. سفیر عربستان سعودی ضمن تحویل دهی این کمک ها و وزارت امور مهاجرین خبر داد که بزودی تفاهم نامه مساعدت مالی 30 میلیون دلار برای مهاجرین را با وزارت مالی افغانستان به امضا می رساند. این مساعدت مالی پیش از این در سفر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان
و کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بر عربستان سعودی توسط وی از مؤسسه ملک سلمان خواسته شده بود. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفاً نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار، کامگار و سرفراز باشید.